خب بریم سر سیستم کاردینال میخوایم ببینیم که وریدهای کاردینال وضعیتشون به چه صورت خواهد بود اگر دقت کنین در اسلایت های قبلی گفتیم که به شاخهای سینوسی راست و چپ در هر طرف یک وریدی وارد می شود. تحت عنوان ورید کاردینال مشترک کامان کاردینال وین این وریدهای کاردینال مشترک خون وریدی بدن جنین رو جمع آوری میکنن و میخوان وارد قلب بکنن دو تا ورید خودشون میان و وارد ورید کاردینال مشترک میشن یکی ورید کاردینال قدامی هستش دیگری ورید کاردینال خلفی ورید کاردینال قدامی خون وریدی نواحی سر و گردن یعنی نواحی سری بدن رویان رو جمع میکنه و ورید کاردینال خلفی خون بقیه قسمت ها خون تنه رو جمع و میکنه بعد از اینکه وریدهای کاردینال قدامی و خلفی و مشترک به وجود آمدن آم متعاقب اون یه سری وریدهای دیگه هم به این سیستم کاردینال اضافه خواهند شد از بالا به پایین اونها رو نامگذاری میکنیم ورید سوپراکاردینال همه این ورید هایی که دارم میگم همشون زوج هستن ورید کاردینال این ورید یه جورایی بعدا جایگزین ورید کاردینال خلفی میشه خون وریدی تنه رو جمع آوری میکنه بعد از اون ورید ساب کاردینال ورید ساب کاردینال خون وریدی کلیه ها رو جمع آوری میکنه و نهایتا وریدهای ساکروکاردینال، کاردینال خون وریدی اندام های تحتانی رو جمع وری می خب حالا ببینیم هر کدوم از اینها بعدا چه قسمت هایی رو در بدن ما چه سیستم وریدی رو در بدن ما تشکیل میده. وریدهای کاردینال قدامی در هر طرف با همدیگه یک شاخه ارتباطی برقرار می کنند. شاخه ارتباطی بین وریدهای کاردینال قدامی سمت راست و چپ بعدها تبدیل میشه به ورید برکیوسفال چپ. ورید کاردینال قدامی بخش ابتداییش به اضافه کل ورید کاردینال مشترک سمت راست هر دوتا پس ورید کاردینال قدامی به اضافه ورید کاردینال مشترک در سمت راست این دو ورید با همدیگه وناکی و سوپریور یا ورید عجوف فوقانی رو به وجود میارن بقیه قسمت های ورید کاردینال قدامی تشکیل ورید جوگولار داخلی رو میده چه در سمت راست چه در سمت چپ فرقی نمیکنه ورید جوگولار خارجی در واقع بر روی سطح گردن رویان به صورت شاخه های یا در واقع یک جوانه وریدی تشکیل میشه که بعدا میریزه به پیوستگاه ورید ساب و جوگولار داخلی های کاردینال خلفی بعد از مدتی تحلیل میرن از بین خواهند رفت یه بخشیشون فقط باقی میمونه که ببینیم در سمت راست و چپ به چه صورتیه در سمت راست بخش انتهایی ورید کاردینال خلفی درست جایی که داره میریزه به ورید کاردینال مشترک باقی میمونه بقیه قسمت این ورید از بین میرن این قسمت ابتداییش که باقی مونده برای ما در تشکیل ورید آزیگوس به خصوص در تشکیل قوس آزیگوس شرکت میکنه در سمت چپ هم ورید کاردینال خلفی از بین میره فقط یه قسمت کوچیکی از این بخش فوقانیش باقی میمونه و تبدیل میشه به ورید بین دندهی فوقانی سمت چپ یا لفت سوپریور اینترکوستال وین این ورید کارش چی بود خون وریدی فضاهای دوم و سوم بین دندهی رو در سمت چپ تخلیه میکنه به ورید برکیوسفال چپ این دیگه به سیستم آزیگوس تخلیه نمیشه خب ورید های سوپراکاردینال سمت راست و چپ در واقع میخوان سیستم آزیگوس رو به وجود بیارن به چه صورت؟ در سمت راست ورید سوپراکاردینال سمت راست به اون قسمت فوقانی ورید کاردینال خلفی مرتبط میشه پس این سوپرا کاردینال این هم کاردینال خلفی دوتا با هم دیگه میشن ورید آزیگوس این ورید خون فضاهای چهارم تا یازدهم بین دنده ای رو چه کار میکنه دریافت میکنه و وارد ورید آزیگوس میشن این ورید های بین دنده ای خلفی در سمت چپ ورید سوپراکاردینال سمت چپ البته این رو هم من قبل از اینکه بخوام عرایزم رو تکمیل کنم خدمتتون بگم که در کتاب جنین شناسی لانگ بن یه ذره با اون چیزی که شما در آناتومی میخونین این سیستم آزیگوس فرق داره ولی ما همون وضعیتی رو که کتاب از لحاظ جنین شناسی بهتون توضیح داده رو اینجا خدمتتون ارائه میکنیم در سمت چپ هم این ورید ورید سوپراکاردینال سمت چپ تبدیل میشه به ورید همیازیگوس و خون فضاهای چهارم تا هفتم رو دریافت میکنه این دو ورید توسط یه شاخه ارتباطی با همدیگه متصل هستند و این شاخه ارتباطی هستش که خون وریدی همیازیگوس رو جمع آوری میکنه و میریزه در نهایت به ورید آزیگوس ورید های ساب کاردینال در سمت راست و چپ با همدیگه توسط یه شاخه ارتباطی به همدیگه متصل میشن این شاخه ارتباطی تبدیل میشه به ورید کلیوی چپ بخش دیستال این ورید های ساب کاردینال باقی میمونن و تبدیل میشن به ورید های گنادی راست و چپ خاطرمون هم باشه باز به دلیل شانت خون از چپ به راست ورید ساب کاردینال سمت راست خیلی بزرگ میشه ولی ورید ساب کاردینال سمت چپ تحلیل میره فقط اون بخش دیستالش به عنوان ورید گنادی سمت چپ باقی میمونه این قسمت متسع بزرگ یعنی بخش ساب کاردینال سمت راست که باقی موند و خیلی هم بزرگ شد بعدها برای ما بخش کلیوی وناکیوا اینفریور رو به وجود میاره پس تا حالا وناکیوا اینفریور دو قسمت داشت یک بخش هپاتیک یا کبدی که مشتق ورید ویتلین سمت راست بود و بخش, ساب... بخش, بخش کلیوی که مشتقی از ورید ساکروکاردینال سمت راست هستش وریدهای ساکروکاردینال اینها وظیفهشون جمعآوری خون اندامهای تحتانی هستش اندامهای تحتانی جنین بخشهای دومی بدن جنین این دو ورید توسط یه شاخه ارتباطی به همدیگه متصل میشن. این شاخه ارتباطی بعدها تبدیل میشه به ورید ایلیاک مشترک چپ. ورید ساکروکاردینال چپ هم طبق همون قانونی که گفتیم شانت خون از چپ به راست هستش از بین خواهد رفت ولی سمت راستی اتفاقا میمونه خیلی بزرگ میشه و تبدیل میشه به بخش ساکروکاردینال وناکیوا اینفریور پس ورید وناکیوا اینفریور از لحاظ جنینی سه منشع داره از بالا به پایین بخش کبدی وناکیوا اینفریور مشتقی از ورید زردی یا ویتلین سمت راست هستش بخش کلیوی وناکیوا اینفریور مشتقی از ورید سابکاردینال سمت راسته و بخش ساکروکاردینال وناکیوا اینفریور که مشتقی از ورید ساکروکاردینال سمت راست خواهد بود این وضعیت سیستم کاردینال هستش که از بالا به پایین برای شما بررسی کردیم یه مرور سری می کنیم یادمون باشه وریدهای کاردینال مشترک راست و چپ وارد شاخهای سینوسی راست و چپ میشن. خودشون دو تا ورید رو دریافت میکنن. کاردینال قدامی و کاردینال خلفی. کاردینال های قدامی و خلفی توسط یک شاخه ارتباطی به همدیگه متصل میشن به این شاخه ارتباطی بعدها نام ورید برکیوسفال چپ رو میدیم. که وظیفش این هستش که خون وریدی سمت چپ رو بگیره بیاره بریزه به وناکیوا سوپریور وناکیوا سوپریور تشکیل شده از بخش ابتدایی ورید کاردینال قدامی به اضافه ورید کاردینال مشترک سمت راست این قسمت تبدیل میشه به وناکیوا سوپریور قسمت های فوقانی کاردینال قدامی سمت راست و همینطور سمت چپ هر دوتا تبدیل میشن به های جوگولار داخلی وریدهای ساب کاردینال ببخشید کاردینال خلفی در سمت راست و چپ یه ذره با همدیگه فرق دارن این دو قسمت بعدها از بین میرن ولی بخشای فوقانیشون باقی میمونه در سمت راست در تشکیل قوس آزیگوس شرکت داره در سمت چپ تشکیل ورید بین دنده‌ای فوقانی سمت چپ رو میده یادمون باشه ورید کاردینال مشترک سمت چپ به دلیل شانت خون از چپ به راست از بین خواهد رفت خاطرمون هست قبلا هم تاکید کردیم که بقایای شاخ سینوسی چپ فقط به صورت سینوس کروناری و ورید مایل دهلیز چپ باقی میمونه پس, بنابراین این ورید هم از بین میره ورید کاردینال مشترک چپ از بین میره ورید کاردینال خلفی چپ هم از بین میره فقط یه بخشیش به عنوان ورید بیندنده خلفی فوقانی چپ باقی میمونه خب چون ورید های کاردینال خلفی از بین رفتن پس یه وریدی باید جایگزینشون بشه ورید های سوپرا کاردینال ورید های سوپرا کاردینال در سمت راست و چپ در تشکیل ورید آزیگوس و در سمت چپ در تشکیل همیازیگوس شرکت می کنند. همیازیگوس یک ارتباطی داره با ورید آزیگوس یعنی در واقع وریدهای سوپراکاردینال شاخه ارتباطیشون بعدها وظیفش اینه که خون ورید همی آزیگوس رو بریزه به ورید آزیگوس ورید آزیگوس هم یک منشأ دوگانی داره تشکیل شده از ورید سوپراکاردینال، سمت راست به اضافه بخش فوقانی ورید کاردینال خلفی در سمت راست ورید های ساب کاردینال وظیفهشون تخلیه خون وریدی کلیه ها هست توسط یه شاخه ارتباطی به هم مرتبط هستن این شاخه ارتباطی بعدها برای ما ورید کلیوی چپ رو به وجود میاره وریدهای کارد... ساب کاردینال به دلیل شانت خون از چپ به راست تغییر میکنن سمت راست خیلی بزرگ میشه بخش کلیوی وناکی و اینفریور به وجود میاره سمت راست سمت چپی از بین میره فقط بخش دیستالشون به صورت وریدهای گنادی راست و چپ باقی میمونن پایین تر از ورید های ساب کاردینال ورید های ساکرو کاردینال رو داریم که خون وریدی اندام های تهدانی رو تخلیه می کردن. توسط یه شاخه ارتباطی به هم متصلن این شاخه ارتباطی بعدها میشه ورید کامان که سمت چپ باز شانت خون از چپ به راست داریم پس ورید ساکرو کاردینال سمت چپ از بین میره ولی ورید ساکروکاردینال سمت راست اتفاقا باقی میمونه خیلی هم بزرگ میشه تبدیل میشه به ورید یا بخش ساکروکاردینال وناکیوا اینفریور خب در این بخش میخوایم راجع به های مادرزادی که سیستم وریدی رو درگیر میکنه و نسبت به بقیه شایعتر هستش بررسی بکنیم اگر دقت بفرمایید در این اسلاید شکلی که برای شما یه شکل شماتیکی کشیده این فرد دارای دو تا ورید اجوف تحتانی هستش دابل اینفریور ونا کیوا خب میخوام ببینم که این وضعیت به چه نحوی ایجاد شده ببینین اگر در فردی اگر خاطرتون باشه ما میگفتیم که تمامی ساختارهای وریدی سمت چپ عمدتا از بین میرفتند به دلیل شانت خون از چپ به راست بود حالا در این فرد همونطور که دقت میکنین این ورید ساکروکاردینال سمت چپش از بین نرفته البته وریدهای گنادی وضعیت عادی خودشون رو دارن ببینید هم در سمت راست این ورید رو داریم هم در سمت چپ پس این فرد دو تا این اینفریور خواهد داشت ممکنه که فرد اصلا وناکیوا اینفریور نداشته باشه ببینیم به چه ترتیبی این ناهنجاری ایجاد میشه اگر بخش کلیوی وناکیوا اینفریور که باید به بخش کبدی این ساختار متصل میشد یعنی در امتداد ورید زردی سمت راست قرار می اگر این ارتباط برقرار نشه و بالعکس ورید سابکاردینال سمت راست بیاد به ورید سوپراکاردینال سمت راست متصل بشه در این صورت فرد ورید اینفریور وناکیوا نخواهد داشت به این ترتیب خون های تحتانی و لگن و ابدومنش از طریق ورید آزیگوس وارد وناکیوا سوپریور میشه و بخش کبدی وناکیوا اینفریور دیگه الان فقط به صورت وریدهای کبدی مستقلا و مستقیما وارد دهلیز راست قلب میشه و به این ترتیب فرد چیزی به نام اینفریور وناکیوا نخواهد داشت ممکنه که ونکی سوپریور درگیر بشه دو تا ناهنجاری رو ما اینجا به شما معرفی میکنیم یک ممکنه که ونکیوا سوپریورش در سمت چپ باشه چرا این حالت اتفاق میافته به دلیل اینکه وریدهایی که باید در سمت راست ونکیوا سوپریور رو به وجود می آوردن یعنی وریده کاردینال قدامی سمت راست و کامان کاردینال سمت راست مجموعه می میشد سوپریور وناکیوا اینها در سمت راست از بین میرن در سمت چپ میمونن از بین نمیرن به این ترتیب وناکیوا سوپریور این فرد در سمت راست از بین میره نیست در سمت چپ میمونه ولی این وناکیوا سوپریور مستقلا وارد دهلیز راست نمیشه چون جاش تغییر کرده رفته به سمت چپ این ورید نهایتا از طریق سینوس کروناری خون خودش رو تخلیه میکنه به دهلیز راست ممکنه فرد دو تا وناکیوا سوپریور داشته باشه خب در این صورت به نظر میاد که نه وریدهای سمت راستش از بین رفتن اونها که باید میموندن وریدهای سمت چپش که بعد از بین میرفتن اون ورید کاردینال مشترک سمت چپ که بعد از بین میرفتن اینها از بین نرفته باقی مونده فقط اینها وقت شاخه ارتباطی با همدیگه برقرار نمی ولی های کاردینال قدامی راست و چپ بعد یه شاخه ارتباطی برقرار میکردن تحت عنوان ورید ساب کلویانه یعنی چپ ببخشید ورید برکیوسفال چپ ازشون نامی بردیم در اینجا خبری از این ورید ارتباطی نیست در نتیجه فرد دو تا و سوپریور داره یکی در سمت راست در جای اصلی خودشه در جای طبیعی خودشه مستقلا وارد دهلیز راست میشه ولی در سمت چپ نظیر حالت قبلی این سوپریور از طریق سینوس کروناری تخلیه میشه به دهلیز راست